از مهمترین هدف‌های ما از بازی کردن لذت بردن و رهایی از روزمرگی هاست. پس چه بهتر که این شادی رو با دوستامون شریک شیم. برای همین شاید کمتر پلیری رو بشناسین که تا حالا بازی چند نفره رو تجربه نکرده باشه. همه ما بارها و بارها با دوست و فامیلمون دور هم جمع شدیم و مثل همیشه مجبور بودیم بین فیفا و مورتال کامبت یکی رو انتخاب کنیم. قراره در پلیبات تیوی شما رو با تعدادی بازی آفلاین چند نفره آشنا کنیم که شاید از وجود اونها خبر نداشتیم. شماره 1، اوی اوت. یه بازی اکشن سوم شخصه که به صورت اختصاصی برای حالت چند نفره طراحی شده. یعنی شما برای تجربه این بازی حتما باید یک همراه به صورت لوکال یا آنلاین داشته باشین. در این بازی شما در نقش دو زندانی به نام‌های لو و وینسنت قرار می‌گیرید که قصد فرار از زندان رو دارن. در طول بازی با همکاری و تصمیماتی که با هم می‌گیرین می‌تونید داستان رو هر جور که می‌خواید پیش ببرید. شماره 2، It Takes Two. بازی ماجراجویی که مانند Away Out برای تجربه آن نیاز به یک همراه دارید. در این بازی شما در نقشه کودی و می قرار میگیرین که یک زوج واقعی هستن که بر اساس پارچه‌ای تبدیل شدن. باید در دنیای خیالی که توش گیر افتادین برای رابطه شکست خورده خودتون تلاش کنین و اون رو بهبود ببخشین. شماره 3، Borderlands 3. بازی شوتر اول شخص در سبک نقش آفرینی. این بازی نسخه 4 از سری بازی‌های محبوب بوردرلندز و ادامه داستان بازی بوردرلندز 2 رو روایت می‌کنه. بازی مثل نسخه‌های قبلیش گرافیک متفاوت و جذاب داره. تو بوردرلندز 3 تا 4 نفر قابلیت لوکال بازی کردن رو داره و می‌تونید داستان جذابش رو با دوستاتون پیش ببرید. شماره 4، کاپد. بازی تو سبک نقش آفرینی و ماجراجوییه. شما تو نقش کاپهد قرار میگیری، یه فنجون کوچولو اما زنده که بعد باخت شرطش به شیطان برای پس گرفتن روحش به ماموریت توسط شیطان فرستاده میشه. تو این بازی شما و دوستتون میتونین شخصیت‌های کاپهد و برادرش ماگمن رو کنترل کنید و به مبارزه بپردازید. داستان بازی خیلی درگیر کننده نیست و میتونید از گیم پلی جذاب و گرافیک کارتونیش لذت ببرید. شماره 5، ماینکرافت. میشه گفت تقریبا همه ماینکرافت رو میشناسن. بازی با گرافیک پایین و پیکسلی اما بازم محبوب ترین. اصولا کسی تو این بازی دنبال داستانش نیست و صرفا برای ساخت و ساز و خوشگذرونی بازیش میکنن. اما شاید روحتون هم خبر نداشته باشه که میتونین رو کنسولتون تا 4 نفر این بازی جذاب رو با هم دیگه تجربه کنین.